خب من دارم این ور جملای انگلیسی رو دارم آپدیت میکنم. فعلا تا آپدیت بشه گفتم بیام یه ویدیو بسازم. لینک چهارم اگر کلیک بکنیم اسمش مدیریت رسانه هست، که ما توی جمله انگلیسی بهش میگن میدیا منیجر. خب اگر ما این مدیریت رسانه رو کلیک بکنیم میبینید که تمام فایلای شما داخل این قرار گرفته. حالا اینجا یه پوشه هست به اسم آرش که مثلا من روش کلیک میکنم میبینید که جمله فارسی رو که دارید میریزید آرش کمانگی رو اینجا زده. من اگر این دکمه رو بزنم منو برمیگردونه به بالا. بنرها رو نگاه بکنید میبینید که ما یه مقدار بنر داریم که اینجا قرار گرفته. حالا تبلیغات هست، شما میتونید تمام اینا رو پاک بکنید. این یکی از گیف فایل هستش که میتونید مثلا اضافه بکنید و به سایتتون اضافه بکنید. میتونید تبلیغ بگیرید از مشتریاتون و به عنوان گیف درست بکنید یا فلش. ولی فلش رو از کار انداختن، حالا بهتون میگم چرا. هدرها رو نگاه بکنید. اگر توی جمله دارید چجوری بگم بهتون، یه جمله رو ریختید و دیفولت کانتنت رو انتخاب کردید، یه کانتنتی رو برای شما می‌ریزه که یه همچین بنرهایی رو داخلش داره. هیچ کدوم فعلا به درد ما نمی‌خوره، می‌تونید اینا رو پاک بکنید. تمام این پوش‌ها رو داریم فعلا بررسی می‌کنیم که گوجه سبز یا سیب. اوکی، این هم موز نرسیده و این هم لوبیا. خب اینا هیچ کدوم به درد ما نمی‌خوره، می‌تونیم پاکش بکنیم. باز دارم میگم فعلا من دارم بررسی می‌کنم ببینم داخل اینا چیه. خب کاری با اینا نداریم. من چجوری اگر نگاه بکنید ببینید پوشه ها رو باز گذاشته سمت راست. آپدیت کردین؟ چقدر طول میکشه؟ پوشه ها رو گذاشته سمت راست. مشاهده نمایش بند انگشتی، یعنی به صورت آیکون نشون میده. جزئی اگر نشون بدید میتونید ببینید که من همیشه دوست داشتم فایلام اینجوری. اگر نگاه بکنید فایلای من همیشه اینجوری قرار گرفته توی مک، به خاطر اینکه اینجوری اولا من نمیفهمم کدوم فایل کدومه و جزئیاتش رو هم نمیتونم بفهمم. به خاطر همین هم میبینم اسم فایل چیه، هم چه تاریخی مودیفای شده، سایزش چیه، فولدرش چیه. خب همچنین حالتی رو دوست دارم مشاهده جزئیات. ولی فعلا نمایش بند انگشتی رو میذاریم یا آیکون رو میذاریم که شما ببینید. میخوام یه سری فایل رو درست بکنم. یه پوشه دارم مثل پوشه 07 که 3 تا عکس داخلشه که این عکسای من هستش. خب اینا رو برای اینکه من چیز بکنم، اضافه بکنم، من یه پوشه درست میکنم به اسم بلاگ. حالا پوشه اسمش انگلیسی بذارید، فارسی نذارید. ببین خود اونی هم که داشته جمله فارسی درست میکرده هیچ کدوم از پوشه ها رو اسمش رو فارسی نذاشته، چون دریوری میاد بیرون اگر فارسی بذارید. خب من اگر بلاگ رو درست کردم داخلش برم، فعلا داخلش هیچی ندارم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه هیچ چیزی آپلود نکردم روش و اینجا نوشته پیغام بلاگ ایجاد شد. یه نکته دیگه هم می‌خواستم بگم قبل از اینکه ویدیو تموم شه. یه موقع هستش شما این تمام این فولدرها رو می‌بینید، نمیتونید برید اجازه بدید که بر فرض تمام فولدرهای شما چی بشه، اجازه بدید که سرور شما یا چجوری بگم به شما رید و رایت بکنه، بخونه و بنویسه. برای این کار یه کامندی هست به اسم sudo chmod dash r، یعنی فاصله dash r 777 ستاره. خب این چیکار میکنه؟ به همه اجازه میده که به سرور، به همه اجازه میده که بخونن و بنویسن. شما اگر میخواید به سرور فقط بنویسه، این دوتا کامند رو بذارید، مثلا sudo chown r www و sudo chmod r 777. این دوتا رو بنویسید و اگر آر رو بذارید تو این فولدر هشیداکس، برمیداره تمام فولدرهایی که داخل هشیداکس رو اسکن میکنه، پیدا میکنه، به همه اینا اجازه میده که بخونید و بنویسید. به خاطر اون تمام این پیغام ها دیگه ارور نمیده. خب برای این وقتی ما چیز کردیم، بارگذاری همون آپلودی هست یا سیوی هستش که میخوام انجام بده. من بارگذاری رو انتخاب میکنم و اینجا نوشته آپلود فایل، چوز فایل. وقتی چوز فایل رو بزنم میرم داخل HTDocs. هم الان نگاه بکنید من دوتا سرور روی کامپیوترم دارم، در اصل این سایت هست و این HTDocs. به HTDocs رو گذاشتم که این رو به شما یاد بدم که خیلی راحت میتونید این کار رو انجام بدید. و این سه تا فایل رو من انتخاب میکنم و آغاز آپلود رو میزنم. این پوشه ها ایجاد شد. برای دلیت کردن یا حذف کردن میتونید رویش کلیک بکنید و اینجا حذف رو انتخاب بکنید. یه چیز دیگه هم داریم به اسم options که اینجا گذاشته انتخاب ها. وقتی انتخاب ها رو بزنید میبینید که یه همچین صفحه برای شما باز میشه.
اگر این آپلود میشد زودتر من به شما نشون میدادم که انتخاب ها همون آپشنز هست. میگه انواع قابل نمایش فایل ها، میبینید که تمام این فایل ها رو به شما وقتی که آپلود بکنید نشون میده، BMP CSV که comma separated value هست، dark و gif هست. میبینید که dark ورژن قدیمی مایکروسافت ورد هست، یه ورژن دیگه اومده به غیر از dark. چی هستش اگر بگید میدونم که چی، شما بهتر از هر کسی دیگه از مایکروسافت استفاده میکنید. خب ولی خب dark اینجا به غیر از dark یه چیز دیگه، فایل دیگه هم داره به نام dark x، اگر یادتون میاد dark x ورژن جدید مایکروسافت ورد هستش که استفاده شده dark x، و بقیه رو هم میتونید اینجا نگاه بکنید داره. هر فایل رو خواستید که نشون بده میاد اینجا ویرگول میذارید ازش استفاده میکنید. حد اکثر اندازه چیه؟ حد اکثر اندازه یعنی که شما چقدر میخواید که فایلتون چند مگابایت باشه. البته حد اکثر اندازه رو نگاه کنید، نوشته عدد صفر استفاده کنید، بر اساس بایت نگاه بکنید این بالا. حتی تول تیپاش هم مثل بوتستراپ، میبینید که با بوتستراپ ساخته شده، بر اساس بایت. خب شما یه موقع اینو میذارید 30 یا میذارید اصلا 100 مگابایت، خب ولی کار نمیکنه. چرا؟ به خاطر اینکه گفتم که PHP هم ظرفیت حد اکثر اندازه داره، یعنی که اگر من برم توی لوکال هاست خب و برم روی این زمپ هم نگاه کنید PHP info رو بزنید، اینو من دنبالش بگردید، بنویسید max underscore size، خب نگاه کنید size، و اینجا یه دونه البته داریم file size، معذرت میخوام max گذاشتم، file size، file size. البته اصلا خود فایل رو ما اینجا انتخاب بکنید یا خود سایز رو نگاه بکنید، یه دونه سایز، دوتا این نیستش، آپلود مکس فایل، میبینید نوشته 128 مگابایت میتونید آپلود بکنید. پر فرض اگر اینجا داخل PHP هست، میبینید خود PHP این ولیو رو داره، یه موقع هست که شما میبینید اینجا میذارید 128 کار میکنه، یه موقع میذارید 200 مگابایت و کار نمیکنه، به خاطر اینکه PHP شما تنظیم شده که روی بیشتر از 128 مگابایت آپلود نکنه. و اینجا باز هم میریم اینجا سایز رو میبینید که بیشتر از این نداره. یه جا من یه سایزی رو دیدم که نوشته بود 20 مگابایت، البته فایل سایز بود اون، دنبالش بگردیم. آها این بود، ببینید مکس فایل آپلود، مکس فایل آپلود داریم، مکس فایل یعنی 20 تا بیشتر نمیتونید آپلود بکنید، به عدد نگاه میکنه، میبینید که نوشته مکس فایل آپلودز، یعنی به اندازه 20 تا هر کسی بیشتر نمیتونه فایل آپلود بکنه. اینا رو میتونید تنظیم تغییر بدید، اگر درسای پی اچ پی منو نگاه کرده باشید میتونید بفهمید که چجوری میتونید اینا رو تغییر بدید، که توی کانفیگوریشن فایل پی اچ پی هست به اسم PHP INI. بعد برید اینجا نگاه بکنید، الان من حالا نگید که امیر نگفت، ولی خب بذارید من اینجا به شما یه بار دیگه یاد بدم. اینجا میذارید CD، خب CD اون رو دیدید که من انتخاب کردم، کپی کردم و اینجا میره داخل این، البته میریم داخل configuration file application php dot، البته میریم داخل این etc php.ini رو انتخاب نکنید، میذارید cd و این رو میذارید اینجا، خب بعد میذارید ls اینا رو نشون میده، و بعد میذارید sudo nano و اینجا php.ini رو میذارید، پسورد ازتون میخواد، پسورد رو میذارید و یه همچین چیزی به شما میده. و اینجا اگر من control w رو انتخاب بکنم و دنبال فایل سایز بودش دیگه، اگر من دنبال فایل پیداش کردیم، نگاه بکنید اگر من این رو بیام کپی کنم، خب کپی کنم و بعد بیام اینجا داخل سرچمون پیستش بکنم و اینجا بزنم، میبینید که آپلود مکس فایل سایز نشه 108. اینجا میتونم تغییرش بدم، وقتی تغییرش دادم اینجا تو کانفیگوریشن فایل، تو نه که ویندوز دارم، فقط میرم توی ومپ configuration file رو میگیرن یا داخل php.ini میرن،
انتخاب میکنن و بعد میان این رو چیکار میکنن، تغییر میدن. 128 رو میذاریم مثلا 2 گیگابایت، هر چقدر دلتون میخواد. ولی خب ما فعلا به این دست نمیزنیم چون کاری باش نداریم. حد اکثر اندازه این بود مسیر پوشه تصاویر ایمیج هست، هر چی تصویر دارید میندازه داخل اون، هر کی استفاده کرد. این گفتم این راهنما برای کیا هست؟ برای ادمین هست، واسه اونایی که ادمین و ادمین واقعی هستن مثل خود من. اونا میتونن اینا رو تغییر بدن فقط. کسایی مثل مثلا آوتور، نویسنده، اینا نمیتونن تغییر بدن اینا رو. پس خیلی حواستون باشه. و اینجا من سطح دسترسی رو هم میبینید که پیکربندی رو میده گذاشته غیر مجاز و دسترسی به کامپوننت ها، کامپوننت. خب اینو انگلیسی می نوشتید دیگه، ایجاد و حذف. خب من الان ذخیره و بستن رو بزنم میبینید که اینا همش اضافه شده کجا؟ توی بلاگ. و اینجا یه پوشه باید بسازه واسه اونایی که عکس میخوان آپلود بکنن واسه سایت به اسم ایمیج. به معنی اینکه اولین کسی که یه عکس آپلود بکنه میره داخل ایمیج. ولی اینا عکسایی هستش که واسه جمله هستش که خود جمله این بنر رو درست کرده واسه خودش. خب من اینا رو میبینید که گذاشته اینجا. و من ببینید اگر نتونستید باز یه موقع برگردید به قبل، میبینید که اینجا گذاشته حالا انیماز، میبینید که اینجا برمیگردید به حالت قبلی و اینجوری برمیگردید به پوشه قبلی. پس این از میدیا منیجر. تمام فایلاتون اینجا قرار میگیره، پوشه هاتون میتونید اینجا پوشه درست بکنید. و راه از این انتخاب ها هم فقط کسی میتونه استفاده کنه که ادمین باشه و میتونه اینجا رو تغییر بده. میبینید کاربران ارشد اینجا هم فارسیشو نوشته که شما چی کار میتونید بکنید. اگر شما تنظیمات رو تغییر بدید به این کامپوننت ها اعمال خواهد شد. به یاد داشته باشید که وارث به این معنی است که مجوزها از پیکربندی کلی و گروه مادر استفاده میشوند. غیر مجاز یعنی این که اهمیتی ندارد پیکربندی کلی. خلاص این چرت و پرتار اینجا نوشته ولی خب شما میتونید اینجا بخونید. ولی اینجا من به شما گفتم که در اصل چیکار کلا میتونید چه کارا رو اینجا انجام بدید.